رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، من از تورنتو کانادا خدمتون زنگ میزنم. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. منم همینطور، بفرمایید. در رابطه با رابطم با همسرم و مشکلی که در واقع توی رابطه دارم میخواستم باهاتون مشورت کنم و راهنمایی بخوام. من 35 سالمه، همسرم 48 سالشونه. من فرزند سوم هستم از 5 تا بچه، یه برادر و یه خواهر دارم که 4 سال و 2 سال به ترتیب ازم بزرگترن و 2 تا برادر کوچکتر از خودم به ترتیب 6 سال و 8 سال کوچکتر. همسرم هم در واقع از 8 تا بچه فرزند دومه، در واقع یه دختر بوده، بعدش ایشون بودن، بعد به ترتیب به فواصل 2 سال بچه های دیگه. من 2 تا بچه دارم، 2 تا پسر، یکیشون 15 ساله و یکیشون 7 ساله. اولا چه مدتی است ازدواج کردید؟ در واقع 15 سال و نیم. اوکی. بعد به من بفرمایید که چه مدتی است کانادا هستید؟ کمتر از 3 سال، حدود 3 سال هست. و هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ من خودم فوق لیسانس رشته مهندسی معماری دارم از یکی از دانشگاه‌های دولتی و همسرم لیسانس از یکی از دانشگاه‌های دولتی. که ایران در واقع من بفرمایید. بله، توی ایران من تلاش خیلی زیادی برای انجام دادن کارهای مختلف میکردم، از جمله اینکه توی شرکت در واقع خصوصی شروع کردم به کار کردن که خب شرکت معتبری هم بود، ولی خب به واسطه بچه کوچیکی که داشتم و امکان نگهداریش رو در واقع نبود و ساعت کاری که اونجا داشت، مجبور شدم از کار خارج بشم خودم. بعد رفتم سراغ تدریس دانشگاه که خب فقط در واقع امکانش این بودش که بتونم به صورت حق و تدریس کار کنم و خب امکان استخدام نبود و این شرایط رو اصلا شرایط خوبی نبود برام از نظر مالی. به خاطر همین در واقع به فکر مهاجرت افتادیم. من در واقع به فکر مهاجرت افتادم که شاید توی کانادا بتونم موقعیت بهتری برای خودم، برای همسرم و برای بچه‌ها. خب آخه این که خیلی استدلال درستی نیست عزیزم. اگه شما من بفرمایید که من در یک کشوری مانند ایران بزرگ شدم، مثلا 30 سال اونجا درس خوندم، فارغ التحصیل شدم، رفتم دانشگاه، بعد به خاطر نگهداری از فرزندم تو خونه موندم و بنابراین کاری ندارم، وقتی برید کانادا که دفعه پسرتون بزرگ نمیشه و شما پولدار نمیشید. خب شما یکی دو سال این وضعیت رو میداشتید و بعد پسر به یه جایی میرسید که میرفت مهد کودک یا هر چیزی و شما رو آزاد میکرد. ولی اگر شما فرضتون و حرفتون این است که من باید کنار فرزندم میموندم، خب حالا باید باشید بیاد یک کشور دیگه و همون کار رو بکنید. این که دلیل برای اون فکر رفتن به کانادا نمیشه. این تنها دلیل نبود و خب نه آخه نه نصب کن. آخه من نظام استدلالی شما برم، یعنی بیشتر مجبورم که به بهانه شو بگم، اصلا هیچ ارتباطی با هم نداره. ببین چون من مجبورم خیلی خلاصه بگم، آخه مسئله خلاصه، آخه دلیل نبود. نه آخه اینکه دلیل نبود که من به این خاطر فکر کانادا افتادم. شما میتونید بگید ما خواستیم بریم کانادا و این مسائلی هم که داشتید تازه بیشتر و بدتر میشد. بنابراین شما مسئله تون فرزند کوچک و بیکاری نبوده، اون که اجتماع ناپذیر هر جای دنیا بودید، همچنان شما اگر میخواستید اون اصول رو رعایت کنید بیکار میبودید. اون ازش بگذاریم. بنابراین چرایی آمده. آیا همین جای سوال منه، شما میخواستید به کانادا یا همسرتون، کدامتون بیشتر؟ تصمیم در واقع اولیه با من بود و من ایشون راضی کردم. خب همین، من متوجه هستم که چه خبر بوده. خب بسیار خوب. البته ایشون خودشون بعدا دیگه خب در واقع خیلی هم خوشحال بودن که اومدن کانادا، نه اینکه اثر اجبار نبوده. شما هر وقت خواستید منو گول بزنید به من بگید میخوام گولت بزنم، من قبول میکنم، هیچ خالی ندارم. اوکی. شما حتی میدونید الان به من چی فرمودید، حرف درستی زدید، نگفتید که من این موضوع رو مطرح کردم و به این توافق نظر رسیدیم که بریم. گفتید من اول من تصمیم گرفتم که میخوام بریم کانادا. یعنی شما اصلا حقی برای تصمیم گیری نداشت. یعنی همینجا پیداست که شما چگونه به موضوع نگاه میکنید، ولی
تعجبی هم نداره، ولی خوشحالم که به هر حال در این گفتگوی کوتاه متوجه شدم هم کجا ایستادید هم چجوری اوضاع رو مطرح میکنید. الان تشوردید 3 سال کانادا، هر دو چه بله. میکنید؟ ببینید، بعد در واقع نحوه اومدنمون به این صورت بود که در واقع نمیتونستیم که اول اقامت کانادا رو بگیریم بیایم. اول در واقع من ویزای دانشجویی گرفتم اومدم، یعنی در واقع یه 3-4 ماه زودتر اومدم و بعد توی ایران وظیفه در واقع نگهداری از بچه ها با مادرم بود و بعد از 3 ماه حدوداً همسرم و بچه ها کارشون درست شد اومدم. بعد از اینکه در واقع 3 ماه من بودم، بعد همسرم و بچه ها اومدن. بعد از اینکه اونا اومدن 2 ماه بعد همسر من، چون که حالا به خاطر روحیاتی که داشت و حالا چیزی که خودش میگفتش که من نمیتونم، چون سطح زبان خوبی هم نداره، میگفتش که من نمیتونم که در واقع واسه کسی دیگه ای کار کنم. گفتش من میخوام بیزنس خودم رو بزنم. در واقع حالا به خاطر اون ارتباطاتی که داشتیم و اینا تونستیم که در واقع فهمیدیم که یه رستوران بیزنس هست، یه فرانچایز هست و اینو میخوان که در واقع صاحب حال حاضر اون موقعش نمیتونسته که اونو اداره کنه و خب داره به قیمت خوبی اینو میده و خب ما هم گفتیم موقعیت خوبیه و میتونیم اینو بخریم. وارد کار شدیم. آیا شما واقعا فکر میکنید وقتی در ایران تش داشتید 20 سال قبل 15 سال قبل فکر کردید میخواید به رستوران بزنید و همسرتون به رستوران بزنید؟ نه. آیا برای اینا احتیاج داشت که مدارک تحصیلی طی کنند و دانشگاه برن؟ آیا این چه مهاجرتی بود؟ این چه مهاجرت بی حساب و کتابی بود؟ تازه شما به عنوان دانشجو بیایید، بعد شما اینکه به خاطر سلامت فرزندتون کار بل که تو خونه موندید، بچه 3-4 ساله رو بذارید پر مادرتون رو بیاید کانادا؟ ما در واقع از اول زندگیمون طوری بودش که در واقع مادر من خیلی از من پشتیبانی کرد. اون در واقع مدتی که نتونستن من چون سر کار میرفتم و بچه رو مواظبت کنم به خاطر بیماریشون بود که بعد خدا رو شکر رفع شد و در حال پشتیبانی مادرم همیشه با ما بوده. پشتیبانی نیست، خراب کردن زندگی شما پشتیبانی نیست عزیز، چون بقیه میشنون من مسئولیت دارم عزیز. این دخالت های مادره که زندگی شما، ازدواج شما، مهاجرت بی خودی شما که حالا بعدش ها درست بوده، آماده نبودی تو مهیا کرده. چه پشتیبانی؟ من بچه تو رو میگیرم تو بیا برو درس بخون، من بچه تو رو میگیرم تو برو کانادا؟ پشتیبانی؟ من یه لشکرکشی عزیز، من یه جنگه. سلامت بچه چی بوده؟ مطلقا هیچ وقت مادر من دخالت نکرده توی زندگی ما. ببخشید، من اگر حاضر شدم بچه شما رو نگه دارم بعد دیگه من دخالت نکردم؟ اگه گفتم من به من چه من در واقع این وظیفه همسرم بود که این کار رو انجام بده که خب من نمیتونم. چی کار بکنن ایشون؟ شما زنش رو بفرسته بره بچه 3 ساله، یعنی زنش رو بفرسته بره کانادا بچه 3 ساله رو خودش نگه داره؟ وظیفه ایشونه، یعنی وظیفه پدر و مادر اینه که ما با هم گرفتیم. هر دو تاتون اشتباه کردید. اشتباه شما در این است که این چه تصمیمی است؟ شما یه خودرأیی دارید. بعدم مادر شما ابدا پشتیبان شما نبودن، مادر شما دینامیت برای خراب کردن زندگیتون بودن. برای که عرض کردم خدمتون، من اگر توی مهمونی اینا رو میفرمودید ساکت میشستم. چرا الان حرف میزنم؟ برای که رو خط رادیو هم. این چه جور حمایتیه؟ این چه جور پشتیبانیه؟ برادر من میخواد بره دزدی، من پشتیبانیش کن. مسئله این است که شمایی که حرفتون این است که من بچه‌م برام مهم بود به طوری که کار ول کردم بچه‌م برسم، چطور میتونید من بگید که من بچه‌مو بچه 3 ساله رو ول کردم آمدم کانادا برای 2-3 ماه؟ مادرم چون پشتیبان مهم بودن این کارو کردم. چی براتون مهم بود؟ نمیدونم، شرایط ایران رو ازش مطلع هستید قطعا. اینجا خب خیلی شرایطشون الان بهتره. من عزیز من کاملا موافق هستم برای شما اینکه میگید شرایط براتون بده برید، ولی حساب شده، یعنی آماده زبان آماده، پول آماده، بچه آماده، سن بچه مناسب.
همه اینا باشه، شما میگید مهاجرت من مسئله ندارم، شما روی خطش بیاد بگید من شرایط ایران برام قابل زندگی نبود یا دوست نداشتم میخواستم برم، من هرگز حرفی نمیزنم. ولی اگر به من فرمودید که میخوام برم، میگم کار مهاجرت همطور که بارها یه مثال ساده ای زدم، من اینکه میخوام برم از ایران به اروپا باید پاسپورت داشته باشم، ویزا داشته باشم، بلیط هواپیما داشته باشم، بدون اینکه من نمیرم فرودگاه. من عرضم به شما اینه که این شرایط آماده برای این مهاجرت با این سرعت و عجله نبوده، مثلا وقتی دلایل خاص نبوده، نه مسائل خاصی اونجا داشتید، ولی به من میفرمایید که ما دوتا این تصمیم رو گرفتیم، منم باز اصلا بحثی ندارم، ولی عرض من اینه که اگه به من لطف میکردید اون موقع تلفن میکردید میگفتم نرید. الانم عرضم این است که انتخاب ممکنه درست باشه ولی طریقه اجرا درست نبوده. شما من میفرمایید اصلا خیلی خوبه کانادا و الان عالیه، من میگم اصلا بحثی ندارم، ولی شما اصلا لطفی که کردید تلفن فرمودید، از آغاز یه هشداری من دارید که درباره ارتباط و زندگیتون با داشتن دو تا بچه با این فاصله سنی عجیب و غریب، یعنی بسیار زیاد و نامناسب، الان گرفتار شدید. این نشون میده که ای بسا این مشکلات به خاطر مهاجرت بیشتر و بدتر شده. آقای دکتر، من در واقع از همون سالهای اول زندگی با همسرم مشکل داشتم، حتی توی ایران، یعنی ما همیشه با همسرم کنتاکت داشتیم، همیشه مشکل داشتیم توی رابطه. حتما اینجوری نبوده که مثلا بیایم مهاجرت کنیم و بعد از مهاجرت مشکلاتمون بیشتر بشه. من اتفاقا اینو میتونم بگم که بعد از مهاجرت خیلی از مشکلاتمون کمتر شده. شما هر وقت خواستید یه دفعه دیگه منو گول بزنید، بفرمایید فلانی برای گول آمدم. عزیز دل، شما امکان نداره. به علتش اینه که شما میخواید لجبازی و تصمیم گیری و کله شقلی خودتون رو اثبات کنید. عزیز دل، هیچ کس در جهان نیست که بتونه، من 500 تا متخصص رو میستم چراغ شما، بتونه ثابت کنه اینایی که با هم اختلاف داشتن با اومدن کانادا اوضاعشون بهتر شده. نمیتونه چیزی رو ثابت کرد. برای الان شما دارید تو مرز جدایی میرید. چطور اوضاع بهتر شد؟ شما من میگید ازدواج ما اشتباه بود، احتمالا نظرتون درسته. شما من میگید که ادامه این زندگی غلط بود، حتما نظرتون درسته. من خدمتتون عرض کنم این فاصله سنی بچه ها حتما اشتباهه. من خدمتتون عرض کنم این مهاجرت اشتباهه. هر کدوم سر جای خودش عزیز. بنابراین الان که اینجا شما تشریف آوردید باید بدونید، چون گفتم یه زمانی هست که ما همینجوری میخوایم حرف بزنیم، یه زمانی هست که نه، من اینجا ننشستم که دوستان نظرشون و حرفشون رو بزن، ابدا. من اینجا نشستم که نظر خودم رو بدم و وقتی چیزی رو درست نمیدونم، حتی شما بگید دو تا پنج تا، میگم صبر کنی، اولا دو تا چهار تا سال ادامه بده، چون من نمیخوام مطلبی از رادیو پخش بشه که درست نیست. آنچه که شما من میفرمایید، من نه شما رو مقصر میدونم، نه گناهکار میدونم، نه عیب و ایرادی توش میبینم، ولی چون بقیه میشنوم میخوام بگم چه کارهای اشتباه. ازدواج اشتباه رو نباید کرد. ازدواج اشتباه رو یا باید درست کرد یا باید تموم کرد. ازدواج اشتباه رو با آوردن بچه نباید بدتر کرد. ازدواج اشتباه رو با مهاجرت نباید خرابتر کرد. حمایت خانواده در این نیست که ما بچه هامون رو به گونه ای در مسیر و جهتی ببریم که به جای کمک آسیب بزنه بهشون. جانبداری و لشکرکشی ما تو این زمینه ها نداریم. بنابراین بیاد از اون بگذریم، یعنی همه اینا رو بذاریم پشت سر. چه خبر است الان در زندگیتون عزیز؟ آقای دکتر، اگه من بخوام در واقع همسرمو توصیف کنم، باورتون میشه هنوز بعد از 15 سال برام سخته، چون فکر میکنم که هنوز نمیتونم در واقع ویژگی‌های شخصیتی ایشون رو در واقع بتونم توصیف کنم. خیلی عجیبه این شخصیت برای من. همسر من انسانی هستن به شدت درونگرا، اهل صحبت کردن زیاد نیستن، در واقع اهل ارتباط برقرار کردن زیاد نیستن. ما هیچ وقت با هم در واقع نتونستیم ارتباط درستی برقرار کنیم. اصلا نمیشه که، یعنی راه نمیدن که من بتونم باهاش در واقع صحبت کنم یا هر کسی دیگه، حتی با بچه ها، حتی با پسر نوجوان، با پسر نوجوانمون. در واقع ایشون، حتی من میتونم بگم که در طول یه هفته شاید دو تا سه تا جمله در نهایت بین اینها رد و بدل بشه، که اون هم در حد جمله های خیلی عادی، فلان چیز ندیدی، فلان چیز کجا گذاشتی، در همین حد. توی زندگی ما در واقع توی همه زندگی ها همیشه
در واقع موضوعاتی بوده که باید در موردش بحث کرد، با هم صحبت کرد و تصمیم گرفت. در واقع من میتونم بگم که در مورد 100% مسائلی که برای ما پیش اومده و نیاز بوده که در موردش صحبت کنیم، حتی نیاز به خرید یه ماشین، نیاز به خرید یک وسیله یا هر چیز دیگه که شما فکر کنید، من بودم که این موضوع رو مطرح کردم و با ایشون خواستم که صحبت کنم و به سختی این آغاز مکالمه رو باشون آغاز کردم. یعنی شروع مکالمه با همسر من خیلی سخته، خیلی باید مقدمه چینی کنم، خیلی باید در واقع شرایط رو فراهم کنم، موقع مناسبی باشه که بعد بتونم باهاش صحبت کنم، که اصلا خب من دیگه تقریبا خسته شدم از این موضوع. این مسئله خیلی منو عذاب میده و اینکه همسر من در واقع تقریبا مثل یه ربات هست، یعنی فقط ببخشید من یکم کنترل خودم از دست، مثل یه ربات هست، یعنی اگه که ولش کنی صبح تا شب، شب تا صبح فقط میره کار میکنه بدون استارت. البته استارتش همیشه ضعیف بوده، ولی وقتی اینکه استارتش میخوره و راه میفته، یعنی مثل یه ربات دائم کار میکنه بدون تفریح، بدون هیچی، و هیچ وقت خانواده رو اینجا در نظر نمیگیره که این خانواده مثلا به حال نیاز داره که براش وقت گذاشته بشه. من بارها ازش خواستم که باید برنامه بریزیم با هم، زمانمون رو تقسیم کنیم، در واقع برای گردشمون، برای تفریحمون باید زمان بذاریم، برای بچه ها. قبول کرده در واقع یکی دو ماه به اجبار، یکی دو ماه هم نه، مثلا میتونم بگم نهایتا یک ماه به اجبار خودشو مجبور کرده که مثلا به قولن حالا یکی دو تا آخر هفته بریم بیرون، ولی خب انگار که مجبور بوده، انگار که اصلا این بهش چی میگن تحت فشاره، و بعد در نهایت کنسل میشه. هیچ وقت همچین چیزی ادامه دار نبوده توی زندگی ما. این من میخواستم از شما بپرسم که نظرتون راجع به این شخصیت این چنینی همسر من که آیا این در واقع یک نوع اختلال هست یا چی؟ اگر من بیام فرض رو بر این بگیرم که مطالبی که شما فرمودید همین است و درسته، معلومه یه شخصیت منزوی دوری گزینه، شخصیتی است که حس و احساس به اون صورت نداره، در یک شرایطی بزرگ شده وسط 8 تا بچه که کسی به کسی نبوده، نه از ارتباط نزدیک خبری بوده، نه از محبت صمیمانه، بنابراین از آغاز زندگی فقط مسئله سروایول و زنده ماندن بوده و نه زندگی کردن، و در نتیجه بقیه عمرش هم فکر میکنن اگر خودشون درگیر کار کنند و مشغول کنند دنیا رو حس و احساس نمی کنند. به همجاست که وقتی شما با آدم های روبرو میشید که به دلیل آسیب کودکی که جهان رو یک اتاق عمل و جراحی دانستن، خودشون رو بی‌حس و بیهوش کردن که درد نکشن و رنج نبرن. بنابراین وقتی هم که وارد ازدواج میشن براشون به اون صورت معنایی نداره. شما هم که با توجه به ویژگی روانیتون به هر حال قرار بوده همیشه نظر داشته باشید، حرف داشته باشید، بخواید شرکت کنید، درگیر بشید، درگیر شدید، ایشون هم مثل یک کارمند شما که شما رئیسی دنبال شما احتمالاً اینجا اونجا راه افتاده، و بعد اون چیزایی که شما خوب و درست میدونید اصلا در حد و شرایط توان شما نیست. درست بس که من به شما بگم بیاد با یه خانومی یا یه آقای آشنا بشید که اونا مثلا هفته 3 روز میرن مسابقات بوکس یا کشتی، شما میگید من هیچ علاقه ای به مسابقه بوکس و کشتی ندارم، حتی حاضر نیستم 1 ساعتم تو تلویزیون تماشا کنم، جز به اینکه هفته 2 روز باشم برم مسابقات رو تماشا کنم. ایشون هم علاقه به این نوع زندگی که شما میگید و به گونه‌ای که شما بیان میکنید درسته ندارن. به همین جهت است که ایشون به عنوان یک فردی در حاشیه کنار زندگی شما بودن. ازدواج کردید، حالا کی پیش قدم شده، کی راه افتاده، کی اشتیاق نشون داده یا هر چیزی رو نمیدونم، بعد یه بچه آوردید، بعد این سردی سبب شده که 7-8 سال بچه نیارید، بعد یه بچه دیگه بیارید، حالا اونم چرا یا چی شده رو نمیدونم، اونقدرم مهم نیست.
بنابراین شمایی که در آغاز زندگی متوجه این همه تفاوت شدید، اولا بعد از آشنایی نباید به ازدواج میرسید، بعدا وقتی ازدواج شد اگر اشتباه بوده، اگر درست میشد یا درست شدنی بود باید این کار رو میکردید، ولی نه درست شدنی ای بسا بوده نه درستش کردید، به همجرد این رو کش دادید و سر دادید، بعدم فکر کردید شاید یه ضربه‌ای مثل بچه یا بعدن مهاجرت ایشون رو به هوش بیاره و به گونه‌ای که شما فکر میکنید درست میدونید انتظار دارید احتیاج دارید عمل کنه. هیچ کنم از اینا نشده، برای اینکه در این گونه موارد میدونیم آدم ها به خاطر دیگران یا همسر تغییرات اساسی و بنیادی نمی کنن. خودشون میتونن خودشون تغییرن. شوهریست که شما دارید عزیز، چرا من همیشه عرضم این بوده که دنیای امروز ازدواجش مثل یه اتومبیل چهار چرخ است. دو تا چرخ این ور زنه، دو تا چرخ اون سمت مرده. یک، اندازه این چرخ ها باید یکی باشه و الا سر اولین پیچ و گرفتاری چپ میشه. دوم، سرعتشون باید یکی باشه. ای اندازه یکیه، در غیر این صورت دور اون که سرعتش کمتره میچرخن، هیچ جام نمیدن. و شما عملا اون رو من نشون میدید. دو تا آدم مختلف و متفاوتید که تفاوتاتون تفاوتهای مزاحمه، مخله، تفاوتهای مکمل و متمم نیست. حالا یکی دو سوال ازتون دارم. سوال اول، رابطه جنسیتون الان ظرف 3 سال گذشته که اومدید کانادا با هم چگونه بوده؟ خوب، بد، متوسط؟ ببینید، همسر من در واقع مواد مخدر مصرف میکردن. تا یعنی زمانی که مواد مخدر توی چه مواد مخدری؟ چه مواد مخدری؟ تریاک. از چه سنی تریاک میکشتن؟ چون 33 ساله بودن با شما ازدواج کردن، 32 33 اون موقع میکشیدن؟ بله. شما با یه آدم تریاکی رفتید ازدواج کردید؟ آره دکتر، ازدواج من خودم اون موقع 19 ساله بودم. من به اجبار پدرم ازدواج کردم. و اون پدر ابله نادان شما این کارو کردن. علاوه عزیزم، من که نمیتونم بگم، از یه طرف من نمیدونستم، ولی از یه طرف یه کاری کردم. میشه که من بگم من مهندسی بلد نیستم ولی رفتم خونه ساختمون بسازم. اون میگن تو که بلد نبودی چرا ساختی؟ شما که نمیتونید بگید سر ازدواج 19 ساله بودم میتونستم. خب پس پدر شما یه مرد خودخواه نادانی بوده که به زور شما رو راضی کرده، فشار آورده با این آدم ازدواج کنید. چرا پدرتون فکر کرد این فر برای شما مناسبه؟ فکر کرد شما شر و شور دارید، اون آدم ترمز شما، شما رو خفه میکنه؟ نه، به خاطر اینکه به خاطر خودش، که پدر من کلن در واقع دوست نداشت که خیلی دوستش که ما، من و خواهرم زودتر ازدواج کنیم، حالا به دلایلی. خب من مریض دیگه، نادان، خودخواه، بیمار. به اضافه اینکه این موضوع رو مناسب دیدم، به خاطر اینکه توی اون موقع همسر من شغل خوبی داشت، تحصیلاتش رو داشت، حالا به قول خودشون مثلا، حالا نمیگم تحصیلات چندان بالایی، ولی خب شغلش خوب بود، درآمدش خوب بود، وضع مالیش خوب بود، خانوادهش خوب بودن به نظر ایشون، و خب این کیس خوبیه، من در واقع باید بهش فکر کنم. و یه جورایی منو اجبار کردن، گفتن که اگه این کار نکنم در واقع از درس خوندن خبری نیست، نمیتونم اینو تحصیل کنم. پدر و مادر خودخواه نادان بیمار گمراه، چون میخوام بشنوند، وادار دخترش رو که بیاد بری شوهر کنی، اگه شوهر نکنی حتما یه آبروریزی میکنی، فامیل محترم ما برباد میره آبروش. غیر از این که نیست عزیز. خب. من علاقه زیادی به درس خوندن داشتم بعد از اینکه ازدواج کردم. چرا زود بچه دار شدم؟ به خاطر یه مشکل پزشکی که دکتر من گفتش که ممکنه که نتونی بعدها بچه دار بشی. و خب این اشتباه بود، دو تا دکتر رفتم، این اشتباه بود، تشخیص اشتباه به من داد. ولی خب به من گفته شنگار یه چیزی تو مشتته، ولی اگه بذاری واسه بعد ممکنه یه از دستش بدی. به خاطر همین من بچه دار شدم. ولی خب باز خب. بنابراین پدر خودخواه نادان شما، پزشک اشتباهکار، بی‌دقت، بی‌شعور، بی‌سواد شما کار نستون دادن. برای اینکه سر مسائل جدی زندگی آدم ها که نمیتونه اینجور انسان سرسری نگاه کنه. بنابراین شما هم از جانب پدر و مادر بد آوردید،
بعدم اون استدلال های پدر شما، بعدم پزشک شما اشتباه کرده که یالا همین الان بچه دار شو و الا فرصت از دست میره. حالا اون که برحال اگر شما او هم همچی حرفی نمیزد، 2 سال دیگه بچه دار میشه، الان پسرتون به جایی که 15 سالش باشه 13 سالش بود، اون قدرها فرقی نمیکنه، به اشتباه بوده بد بوده و خب الان گیر افتادید. شما همینی که دارید عزیز، شما الان در مقابل یه زندگی بد قرار دارید، هیچ تردیدی نیست که زندگی زناشویی شما بده. مسئله این است که طلاق برای شما و بچه ها و ایشون بدتره یا کمتر بده. راه دیگه که نه، ایشون که درست شدنی نیست، مثلا تو اون مسیرم نیست. بله، من دلیل تماسم در واقع همین بود که خب شما به من بگید بد و بدتر رو کدام میبینید؟ این شمایید که همه چیز رو میدونید، من که چیزی نمیدونم. همسر شما که نه براش موضوع مهم نه اهمیت میده. من فکر میکنم درباره روابط جنسیتون پرسیدم، نمیدونم شما پاسختون به من چی بود. داشتم خدمتتون میگفتم تا زمانی که اون قضیه بود روابط جنسی هم بسیار افتضاح بود. کدوم چی بود؟ همون تریاک کشیدم و بعد در واقع زمانی که اومدیم، من چرا دارم میگم من راضی ترم که اومدم کانادا نسبت به ایران، این بود اینه که در واقع همسر من 1 ساله که دیگه نمیکشه، یعنی 2 سال از اینجا بودن به بله مصرف میکرد، ولی 1 سال آخر حالا داستانایی که داشتیم به هر حال دیگه نمیکشه. در طول این 1 سالی که نمیکشه، خب روابط ما بهتر شده و روابط قضیه هم بهتر شده. خب اگر حالا در مجموع ایشون ظرف 3 سال گذشته اگر قرار بود نمره بدید 1 تا 10، با چند اومدید کانادا بعدن هر سال چقدر نمرشون بیشتر و بهتر شده؟ من نمیتونم درباره شخص ایشون بگم، ولی زندگی رو اگه به صورت کلی بگم، کل شرایط زندگیمون و حس بهتر من نسبت به زندگی، اگه بخوام در واقع توی ایران 3 میدم، اینجا 8 میدم. اوکی. بچه ها چی فکر میکنن؟ بچه ها اینجا رو بیشتر از ایران دوست دارند و میخوان؟ بله، بچه ها خیلی خوشحالن، خیلی حالشون خوبه. اوکی. حالا بنابراین بچه ها خوشحالن، شما هم خوشحالترید، ایشون هم راضی ترن، ولی ایشون همینه که هستن. بنابراین پرسش اینه که چون ایشون قصد تغییر رو ندارن و احتمالاً برای این کارا از نظر خود ایشون بسیار دیر هست، شما فقط 2 تا گزینه دارید، یا این وضعیتی رو که خوب نیست و بد هست رو بپذیرید و ازش بهترین رو در بیارید، یا اینکه جدا بشید. اگر فکر میکنید حرفی برای این گفتن و شنیدن داریم، بریم پیام‌ها رو بشنویم برگردیم، ولی فکر نمیکنم حرف خاصی بشه زد. ایشون همینه که هست. بحثم فقط اینه که شما فکر میکنید اگر جدا بشید، 1 وضعیت مالیتون چه میشه، 2 وضعیت بچه ها چه میشه، 3 ایشون چند اندازه مقاومت یا مخالفت میکنن و یا چه مسائلی به وجود میاد، 4 ایشون چه واکنشی نشون میده، یا ول میکنه میره ایران یا میمونه. همه اینا موضوعی است که مطرحه. اگر راجبش فکر کردید، حرفی برای گفتن و شنیدن داریم، ما بریم پیام‌ها رو بشنویم برگردیم صحبت رو ادامه بدیم. اگر فکر کنید نه براتون نامشخصه، الان پرسش فقط همینه که خودتون هم از اول داشتید، شما زندگی بدی دارید و طلاق بدی، مهم اینه که کدامش برای هر 4 شما در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بدتره. بنابراین جانم بفرمایید. من در واقع همیشه من بارها و بارها توی زندگی مشترکم به طلاق فکر کردم، ولی هر وقت که به پای انجامش میرسیده، انگار که بگم بدنم از کار می افتاد، انگار فکرم از کار می افتاده، اصلا مست می شدم، نمی دونم چجوری که نمی تونم ادامه شده. آخه این که معنی می دونی نظر علمی نداره. معنیش 2 چیزه. معنیش این است که شما وقتی که وارد شرایط ناشناخته می شید که بسیار مبهم و ناشناخته است، مضطرب و نگران می شید. وقتی آدم مضطرب و نگران شد، نمی تونه توجه و تمرکز لازم رو داشته باشه. شماره 1. دوم این که شما درست ناراحت و ناراضی هستید، ولی شما با توجه به توضیحاتی که دادید در زندگی خانوادگیتونم، یعنی با در خانه پدری و مادری هم خوشحال و راضی نبودید.
برابران یه مردی درسته که هیچ همکاری نمیکنه، اون کنار نشسته و به هر حال مثل یه کسی است توی خونه گست هاوستون توی اتاق دیگه است، ولی حداقل یه کار داره میکنه از نظر مالی و بعدم شوهری پس ظاهرا و در یه مراسمی هم یه جوری شرکت میکنه و بچه هم پدرشون هست و مادرشون هست و همه اینا هست. شما هم که در حقیقت مرکز تصمیم گیری و فرماندهی و فرمانبرداری هستید، وظایف رو قبول میکنید، مسئولیت ها رو قبول میکنید، اختیارات هم دارید، یعنی درست مثل زن و شوهرهایی که 50 سال با هم زندگی میکنن حتی یک دقیقه هم یکیشون رانندگی نکرده، تمام مدت اون رانندگی، شما اینو دارید. من فکر میکنم خب من اینا رو به هم بزنم اون ور چی به دست میارم، نه کسی هست که من بخوام رو اون فکر کنم، نه من میتونم حالا راه بیافتم برم دوست پسر بگیرم یا ازدواج کنم، دو تا بچه 15 ساله و 7 ساله دارم با ده ها موضوع و مسئله و مشکل، پس بنابراین این دو تا بد و بدتر همچنان این زندگی که این گونه تا به حال آمده و بیشترش هم برای من بده تا دیگران، برای که بچه هم اونقدر ها نیازی ندارن، فاصله شون هم طوریست که اگر فقط یه شبکه ای از دوستان داشته باشند و با اونا خوب و خوش باشن، نه به شما اهمیت میدن نه با پدرشون، نه مهم اینه که باباشون باشون حرف میزنه یا نمیزنه، مثلا وقتی اگر حرفی بزنه که حرف بی خودی میزنه و بی فایده و نامرتبط به اونچه که برای بچه ها مهمه. بنابراین خب همین وضعیت رو نگه داریم، بنابراین علتش هم خیلی روشن عزیز، و حتی من توصیه هم به شما اینه که شما چیزی به دست نمیارید با طلاق. شما با طلاق چی به دست میارید؟ نه بچه ها حال بهتری پیدا میکنن، نه بچه اجتماعیتون بهتر میشه، نه خانواده ها راحت تر آسوده خواهند بود، نه مشکلات اقتصادیتون حل میشه یا مسائل اقتصادی اگر هست هم میریزه، بعد معلوم نیست که همسر شما چه واکنشی نشون میدن. فکرم نمی کنم که شما به این نتیجه رسیده باشید که الان مردان دیگری صف کشیدند و به حال منتظر منن با داشتن دو تا بچه 15 ساله و 7 ساله، اونم در یک کشوری مانند کانادا. قسمت رو یه مقدار شاید من بد توضیح دادم، ولی همسر من اتفاقا انسانی هستن به شدت مستبد و زورگو. من مرکز تصمیم گیری خانواده نیستم و تصمیمات نهایی رو همیشه ایشون میگیرن. من تصمیم برای تصمیم اومدن به کانادا رو ایشون گرفتن. اگه که همسرم مخالفت میکرد ما 1% امکان نداشت که بتونیم بیایم. اصلا این حرفایی خب معلوم نمیشه. بله. شما یعنی من همه عزیزم باز شما رفتید، شما یادتون رفته یک کمکی با کسی حرف زدن که اصلا این مسائل اینجوری نمیبینه. شما از زنش هر زن و شوهری که یکیشون میگفت نمیام تا پای خودکشی ایستادن، هیچ کسی نمیتونست از ایران بره بیرون. این شد حرف عزیزم. ما اون صحبت ها رو کردیم، من به شما گفتم از اون بیاد. شما حرف این است که همسر شما مستبدن. نه الان اون تأثیری که نه سب کنین، مستبدن تصمیم گیرنده هستن، ولشون کنین بهتر. بذارید آیا ایشون درباره بچه هم تصمیم میگیرن؟ توی ایران بله، ولی اینجا به خاطر این مشکل زبان بیشتر همه بیشتر این مسائل در من. اگر خاطر عزیزتون باشه قبل از پیام ها گفتم اگر حرفی دارید مربوط بعد، دو دفعه تکرار کردم الان، گذشته رو رها کنید عزیز. شما نمیتونید به من بگید همسر من آدم بسیار مزخرف بیخودیه برای که در کودکیش قنداق پاش میکردن دایپر میبسته. رها کنید عزیز، هر جا کم آوردید دپرید اونجا. عرض من الانه، الان شما من میگید ایشون درگیرند و فعالند و تصمیم گیرنده، بسیار خوب. به هر حال تصمیم برای خانه و اتومبیل و اینا که به هر حال قرار همه درگیرش باشه، بله آخر کار شما دوست دارید اتومبیل سفید بگیرید، ایشون مشکی میگیرن، شما دلتون میخواد 10,000 دلار پول اتومبیل، شما میخواد 30,000 دلار. این اختلاف در این حد دیگه دشمنی و کسی که نمیخواد بره چاقو کشی بکنه. حالا شد نظر شما مثلا درست، نظرشون هم غلط، چه فرقی میکنه؟ روزی که میخواید بفروزیشش 2,000 دلار ضرر میکنه. خب بکن. بنابراین اگر شما از یه طرف که اون ماجرا رو بیان کردید و همسری رو توصیف کردید که شرمندگان خوب عزیز و من شنیدیم، حالا حرفتون این است که نه ایشون اتفاقا در حالی که هیچ حرفی نمیزنه، حاضر به هیچ گفتگویی نیست، همه تصمیم میگیره، همه اختیارات به دست ایشون، بذار ایشون تصمیم بگیره. برای چی الان میخوان تصمیم بگیره؟ فرض کنید ظرف یک هفته آینده چه تصمیم بد غلط خطرناک میشن، بعد یه آدم تریاکی که قبلا بوده و تازه اومده اینجا، هنوز سال اولم یا دو سال اولم میکشیده. شما من از ایشون میترسونید که تصمیم گیرنده بودن؟ آره بودن،
مثلا فرض درست رابطه به حال عزیزم. وقت برنامه اجازه نمیده که من نه در واقع اون استبداد ایشون رو توی در واقع تأثیری که داره روی زندگیم رو بگم ظاهرا. من میتونم یه مثال براتون بزنم که این استبدادی که داره و این تصمیم یک طرفه ای که میگیره بدون اینکه نظر من رو بخواد چه تأثیر بدی توی زندگی من داشته و چقدر به من سخت گذشته. در حال ایشون ممنونم چه که کردن؟ ایشون چه کردن؟ یکی اون تصمیم که میخواستید مثال بزنید چه بود؟ در واقع ما حدود 3 ماه بعد از راه اندازی این بیزنس بود که تمام مسئولیت های این بیزنس به عهده من بود، به اضافه اینکه من خودم دانشجو بودم و درس هم داشتم، به اضافه مسئولیت های بچه هارم داشتم که ایشون تصمیم گرفتن که برن ایران که برن دیداری تازه کنن و من هرچی مخالفت کردم اصلا مطلقا گوش نداد، گفتم که من اینجا به حضورت احتیاج دارم. به هر حال این کاری بود که تو تصمیم داشتی که ادامه بدی و با در واقع حرف چیزو تو زدی، تصمیم اصلی تو گرفتی که این بیزنس رو بزنی. این الان خیلی برای من سنگین این همه کار، ولی خب گوش نداد و رفت. برای 2 ماه چه فشاری که به من وارد شد، من نیروی کار نداشتم، مجبور بودم خودم کار فیزیکی انجام بدم و اینا رو میدونست، به اضافه درس و دانشگاه و پروژه‌ای که داشتم، به اضافه مسئولیت بچه ها. و من توی مدت 2 ماه نزدیک 8 کیلو وزن کم کردم به خاطر فشار خیلی زیاد و خب هیچ وقت به زنگ زدم بهش گفتم که برگرد، من توی وضعیت خیلی بدی هستم، ولی خب اصلا سرکار خانم، توجه نکرد. سرکار خانم، شما مردی را الان توصیف میکنید که دفعه چرخوندیتش، تبدیل شد به یه آدم بیرحمی، یه آدم نامهربانی، یه آدم بیمسئولیتی. اولا میذاشتید اون بیزینس لعنتی میخورد زمین، درشو میبستید. دوم، اگر اینگونه است که شما یک دفعه الان یه توصیف دیگری از همسرتون کردید، شما برای چی تو این ازدواج الان موندید؟ آقای دکتر، من عرض کردم همسر من، اگه من هیچ وقت نتونستم شخصیت ایشون رو به درستی توصیف کنم خدمت رو من عرض کردم. اصلا همچه چیزی نیست، شما این کاره نیستید. شما برن قرار نیست بتونین توصیف کنم، ای بقیه میکنه. آدم ها میان پلوی من اون زمانی که کار میکردم، خودشون رو نمیشناسن. این یک. دوم، همسرها که نمیشناسن. سوم، اصلا چه اهمیت داره شخصیت ایشون؟ بحث من، ببینید باز شما یادتون رفت با کی حرف میزنید. ایشون رو نمیشناسید. آدم چیزی که نمیشناسه، من به شما میگم این نمیدونم سم، زهر، شیرینه، خب میندازید دور، مخصوصا مجبور رسید بخورید. اگر یه چنین موجودی است که بعد از این همه مدت 15 سال شما ایشون رو نمیشناسید، یه موجودی این چنین عجیب و غریبه، شما رو با 2 تا بچه، با درستون، با پروژهتون، با کارتون دست تنها میگذاره، به بهانه اینکه میخوام برم مامانم رو ببینم پا میشه راه میفته میره ایران، شما رو وادار میکنه تو این شرایط سخت کار کنید، 8 کیلو وزن در این مدت کوتاه کم کنید، تمومش کنید. اینا همه راسته. با یه جمله که نمیدونم وقتی که میخوام این کارو بکنم، نه اینکه من پیشنهاد طلاق دارم، آخه نمیخونه با هم عزیز. من به شما برگردم بگم یه خونه 1 میلیون دلاریه که آدم ها اومدن گفتن 500 هزار دلار نمیارزه، تازه فهمیدیم مثلا یه مشکلات قانونی هم داره، بعد اصلا متوجه شدیم زیرش هم یه چایی داره که هیچ کس نمیدونسته، ولی من باید بخرمش به 1 میلیون دلار. نخرید. یک دفعه دیگه تکرار میکنم، برای که شما تیپ روانیتون رو میشناسم، ابدا من پیشنهاد جدایی نمیدم، اصلا اصلا حتی فکر نمیکنم جدایی صلاح شماست. مرزم این است که ول کنید. شما از این مرد به عنوان یه آدمی که تصادف کرده، حس و احساسی نداره، اونجا هست، بابای بچه های شماست، مواظبت کنید، ایام رو بگذرونید. خودتون رو هم میتونید پرو وکیل برید، یه جوری تفکیک کنید از اشتباهات ایشون سر مسئله بیزینس. قبلا هم با هم صحبت کردیم، یه آدمی که پدر بزرگوار شما، دلیلی که شما رو به او دادن به خاطر تحصیلات و درآمدشون بود، شما برداشتید آوردید کانادا، گفتید برو رستوران بزن. یک، هیچ اشکالی تو کار رستوران نیست، اما رستوران یکی از سخت‌ترین و بدترین کارهایی است که آدم میتونه بکنه. دو، شما نگاه کنید به مطالعاتی که تو امریکا شده، اولین بیزینسی که بیش از همه خطر ورشکستگی داره رستوران، تو 1000 تا بیزینس، اونم یه خارجی. وقتی از 3 سال که اومده کانادا،
پاشه بره رستوران بزنه. بعد 3 ماه های دکتر. خب ببینید عزیز، شما به من بگید کدام کار شما دوتا درست بوده، از ازدواجتون، از بچه آوردنتون، از کانادا اومدنتون، الان از بیزینس که میگید عزیز رها کنید. شما دو تا گزینه که بیشتر، سه تا گزینه که بیشتر ندارید. یک گزینه این است که اصلا ایشون رو نادیده بگیرید که هیچند، در حدی که میتونید از خودتون و بچه ها مراقبت کنید. دو، ایشون رو مسئول همه کار بکنید، بگیرید بشینید کنار، بذارید همه چی خراب بشه. سه، طلاق بگیرید. ولی یکی از اینا رو که قبول میکنید، بدونید که انتخاب شما فقط بین بد و بدتر، شما انتخاب خوبی ندارید عزیز. هزار تا متخصص هم بیان راه حل خوبی به شما نشون نمیتونن بدن، فقط یه راه حل کمتر بدی میتونن نشون بدن که حتما هم میتونن بدن، من عقلم نمیرسه. ولی شما از این بازی بیاد بیرون، تموم کنید از اینکه من میخوام دائما خشمگین و طلبکار و ناراضی باشم. راه کنید. شما این بهتون افتاده، این مرد شده شوهر شما، دو تا بچه 15 ساله و 7 ساله دارید، آمدید کانادا، تمومش کنید، همینجا بل کنید. بسیاری از آدم ها درست مثل این که بچه فرزند من و شما توی تصادفی فلج میشه، میفته تو خونه، حالا باید ازش مراقبت. نه قر زد، نه نق زد، نه بحث کرد که چرا تصادف کرد، چرا با دوستاش رفت بیرون، چرا عرق خورد، مشکلی رو حل نمیکنه. بپذیرید همینی که هست. شما هم تا زمانی که بخواید ایشون رو درست کنید و خوب کنید و زندگیتون رو بهتر کنید، به حساب خودتون بهتر نمیشید. بپذیرتشون. الان هم از این به بعد هر زمان که کسی به شما گفت چند تا بچه دارید، بگید 3 تا، فقط یکیش یه ذره گنده است و ضمن ناخلف. حواستون به خودتون دو تا بچه ها باشه. بی خودی هم فکر نکنید، هیچ کس برای این مسائل و مشکلات شما راه حلی داره. برای که این موضوع یه اتفاقی افتاده، درست که من بیام خدمتتون بگم قد من اینقدر، شما راه حلی ما برای اینکه قد منو 10 سانتی متر بلند یا کوتاه کنید ندارید. دنبالش هم نرید عزیز. دنبال اینکه کسی هم باتون موافقت و مخالفت بکنه نرید. رها کنید. ای من جای شما باشم، یکی از این گزینه‌ها که بیشترین به نظر من بهترینش، یعنی که با توجه به سن و سال بچه‌ها یه چند سالی صبر کنید. حداقل پسر کوچکتون به 15-16 سالگی برسه، بعد هر کار دلتون میخواد بکنید بکنید. از حالا مواظب خودتون باشید، خودتون آماده کنید برای اون روزا. پسر بزرگتون هم راهی دانشگاه کنید، بره درسش و کارشو بکنید. بی خودی خونه رو شلوغ پلوغ نکنید، چون به جایی نمیرسید. شوهر شما هم نه میخواد درست بشه، نه درست شدنیه. اگر اینگونه که شما میگید هست، اگر نه، موضوع مسئله اینگونه نیست، چیز دیگری است. که احتمال داره ایشون اگر اینا رو بشنون پر را بیفتن رو خط رادیو و بخوان که از خودشون دفاع کنن هست. به همینجاست که من همیشه خواهشم این بوده، برخی از مکاتب مربوط به زندگی زن و شوهر معتقدن هیچ وقت با زن و یا شوهر تنهایی صحبت نکنید. ای دوتایی آمده بودید همه چیز روشن شده بود و من مطمئنم ایشون اصلا ماجرا و داستان رو گونه دیگه ای تعریف میکرد. ولی اون اصلا مهم نیست. شما تشوردید، حرفا اونم با هم زدیم، منم در حدی که به نظرم مطلب درست یا مناسب نمیاد تذکراتم رو میدم. اونم یادتون باشه این برنامه نه کار روان درمانی تراپیه، نه یه گفتگوی حتی مرتب و منظم علمیه، یه گفتگوییست بر اساس اصل آزادی بیان که شما مطالبتون رو میفرمایید، منم هرچی به ذهنم میرسه عرض میکنیم و بعدم میره دنبال کارش. بنابراین مواظب خودتون و بچه ها و در آخر هم همسرتون باشید. ولی اگر توصیه من رو میخواید، دست به این ترکیب فعلا نزنید، بذارید چند سالی بگذره ببینید چه میشه. چون در طلاق و جدایی هم مسائل و مشکلات بیشتر و بدتری هست و شما هم به این راحتی ها با اشتباهی که مخصوصا پدر بزرگوار شما فرمودن که تمام حرص من اینا در میاره که اینقدر دخالت میکنند و بر فرضای خودشون و این همه عمل میکنند، اینم گرفتاری شماست که ای کاش این چنین نبود. و همین، بنابراین فکر بکنم حرفا اونو زدیم و خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. بله ممنونم آقای دکتر، وقتی اون برای جاده بسید. خواهی شد، تمنام، خواهی شد.